معمولیت دارند که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت تلخ زنده ببوریم دیوارهای سرد جدایی را با جهل و جور خیش چنان بالا کشیده ای که از بام دولت تو سقوطت چون انفجار مرگ صدا خواهد کرد وقتی که آمدی فریادهای شوق در موکب تو جاری شد تو اما با هیچی قریبت دلهای عاشقان را در سردی مضاعف تاریخ ویران کردی آهی فریب کار مقدس بنیاد عشق را برکندی و جام خیش و ملت خود را از زهر مار نفست آکندی وقتی که باز میگشتی تا در حریم مهر الهی جان بلا گرفته خود را درمان کنی ناگاه از فراز هزاران دست بر خاک تیر افتادی آنها که در رسای تو با نعره جنون خون در پیاله ها کردند آنها که سامری را در مجلس فقیهان بیعت کردند انگار سرنوشت تو را از یاد بردند بنگر بنگر آن کس که بر فراز شب تاریخ با عقد منقطع قدرت را در هجره برده است باور نمی کند این زن هزار مثل تو را لب باز می گرداند از رخت خواب وصل علی نوریزاده سه شنبه نوزده بهمن ماه هفتم فوریه به شما سلام می کنم روز نوزده بهمن روز بسیار مهمی است دکتر شاپور بختیار در مجلس مثل همیشه بامداد هم من رفتم روزنامه هفت صبح خبرها رو ردیف کردم کارا رو جور کردم چیزها رو نوشتم یازده بلند شدم رفتم مدرسه علوی که آخرین خبرها رو برای روزنامه بفرستم برای تیتر اولمون اگر تغییری میکنه و وقتی اونجا رستم دیدم عجب جنب و جوشیه یه عده از خمافرها اومده بودن با لباسهای فرمشون و یه دم بعضی هم از نیرو هوایی اومده بودن و لباس داشتن بعضی هم اونجا لباس میگرفتن یعنی تعداد اضافه تری لباس اونجا بود خب شما این اکس را پشت که میبینی از کجا میفهم اینا همافرن سربازن گروهبانن، لباس همه با کلاه فرم و با لباس فرم از پشت سر و بعد اونجا به محض اینکه من وارد شدم اولین نفری رو که اونجا سینه به سینه دیدمش آقای محلاتی بود شیخ فضل الله آقا دیدی نیرو هوایی بیعت کرد فرماندهشم با آقا تماس گرفته حالا ربیعی ربیعی رو ما در دفتر دکتر بختیار میدیدیم که عین آدم عاشق آدمی که سرتاپای وجودش عشق بود و ایمان و احترام بود من اومدم راننده اطلاع دمه در اونجا بود سوار شدم فاصله اونجا هم تو مجلس خیلی کم بود رفتم به مجلس عکس این هست حالا بچه ها فکر داشته باشم ولی عکس این که من اون لحظه تو مجلسم و دارم خودم دوربین گرفتم چون خاکی اون طرف شده بود من یه تصویر از دکتر بختیار گرفتم که روز بعدم چاپ شد دکتر بختیار داشت صحبت میکرد من یواش رفتم کنارش و اشاره کردم که آی دکتر یه حرفی دارم اینقدر این آدم نازنین بود یه لحظه کوتاه تنفس بود دکتر اومد بیرون تو اتاق رئیس مجلس من رفتم اونجا بهش گفتم آقا داستان حیات مرسلوی اینه این اتفاق افتاد هما فرا اومدن و اونجا جمع شدن و که مثلا با آقای خمینی بیعت کن. دکتر بختیار برگشت تو مجلس و ده دقیقه بعد رفت گفت هم مکتون به من خبر دادن یه عده از این آقایون همافرا به اسم اینکه نیرو هوایی رفته بیعت کرده رفتن با آقای خمینی دیدار کردن خب اشکال نداره ولی نیروی هوایی وفادار به قانون اساسی است نیروی هوایی موضع خودش رو عوض نکرده و همین حرفای دکتر بختیار که پخش شد بعد از هم تیمسا ربی رفت پیشش و تأکید کرد که نه ما وفا داریم حالا نکته که اینجا میخوام بگم خیلی مهمه که دیروز در برنامه مشاهده کردید حرف های دکتر بختیار که چرا به هواپیما آقای خمینی حمله نشد دو گروه برای این برنامه ترهی داشتن که با هم هم صحبت کرد بودن یکی مرحوم تیمسا خسروداد خسروداد به عنوان فرمانده هوا نیروز این امکان رو داشت که هواپیما رو سرنگون کنه و در این حال یا موقع نشستن هواپیما با هلیکوپتر برن و آقای خمینی رو بدوسن ولش دارن ببرنش باز با همون هلیکوپتر برن یه تریم بود که او رو ببرن به, کیش و اونجا نگرش دارن همزمان ربی ترهی داشت برای زدن هواپیما دلیل اینکه ربی اعدام شد این بود چون تیمسار آذربایجان تمام جزئیات این رو به اطلاع آقای بهشتی و شورای انقلاب رسوند و شاید مزد این که برای مدت کوتاهی فرمانده این نیروی هوایی شد همین بود ایشون فهرستی از اسامی فرماندهان از جمله تیمسار ربی از جمله تیمسار نادر جنابانی تیمسار برنجیان اینا اینا رو او داد به دستگاه شورای انقلاب که باعث اعدامشون هم شد و حتی رفته بود به تیم قرنی گفته بود و قرنی برگشت بود به او گفته بود که نه این کار رو نکن اینو افسرای درجه ای که مملکت بود آدما بالاخره خودشون رو در یه شرایط نشون میدن مثلا آقای آذربرزین کینه به دلش میگیره از ربیعی و از سیمسار نادر جانبانی سر اف 15 و اف 16 حالا اگر اف 15 رو میخریدیم چه چیزی نصیب ایشون میشد من نمیدونم غیبت نکنم گناه نگم اما ایشون سر اون کینه به دل گرفت و این کینه تا اونجا رفت که جان اینها را هم گرفت تو مملکت ما یه همچی چیزهایی وجود داشت خاطرات علم آشکار میکنه برامون که مثلا دشمنی بین مرحوم هویدا و آموزگار یا بین هویدا و علم یا بین هویدا و زاهدی یا بین آموزگار و هویدا خیلی زیاد بوده یا بین اقبال و اینا آدم نگاه میکنه میبینه که این دشمنی ها و اداوت ها در زمانی که کشور در حال سازندگی است اصلا ضرورتی نداره هر آدم مسئولیت کار خودش رو داره اقبال بسیار آدم درستی بود اقبال دوز نبود بله این تصویر تیم سالبی اقبال اصلا دوست نبود مدیر خوبی هم بود شرکت نفت رو با اقتدار اداره میکرد حالا در دوران نخست وزیریش ترکیب زشت غلام جان نسار رو به جای نخست وزیر زیر نامش گذاشت خب خیلی بده ولی آدم دزدی نبود در تمام دوران ریاست هیئت مدیران شرکت نفت حقوقش رو به مردم داد آقای امیر نویدی رئیس دفترش سی هزار تومن حقوق اقبار رو پاکت میکرد عده آخر ما میمدن میگفتن از جمله اده از آخونده. باری روز 19 بهمن بعد از مراسمی که برگزار شد در پس پرده سه ملاقات صورت گرفت یه ملاقات صورت گرفت که مرحوم تیمسار قرباغی و فردوست ملاقاتی داشتن با مرحوم بهشتی و موسوی اردبیلی این ملاقات مخفیانه بود سری بود در این ملاقات مرحوم بهشتی به آقای قرباقی اطمینان داد که اگر ارتش ها رو سرنگون بکنه ما تمام ارتشی ها خواهند شد شما سر کارت میمونی و با اقتدار به کارت ادامه میدی چون امام مخالف هر نوع ضرر آز... زدن به ارتش تیم سال قرباقی رفت فردوستم اصرار داشت روی مسئله تیم سال قرباقی رفت و اینو به اطلاع تنی چند از افسران مورد اعتمادش رسوند بدرهی به شدت واکنش نشون گفت یه عمر نون این مملکت رو خوردیم که از قانون اساسی و سلطنت دفاع کنیم حالا بریم دولت قانونی رو سرنگون کنیم به گوش وقتی آرام چرا بدری کشته شد شما وقت سوال کردید بعد از اون جلسه لعنتی اعلام بیطرفی چرا بدری کشته شد چرا داد جز اولین نفرایی بود که تیربارون شد جزو چهار نفر اول به خاطر اینکه نقشه زدن آقای خمینی رو به اطلاعش رسوندن و بعد اینا درست 22 بهمن که شد دوباره خسروداد به جنب و جوش افتاد با ربیعی جلسه ای داشتن که آقای منوچهر قربانی فر از اون جلسه کاملا با خبره. جلسه ای داشتن برای اینکه حمله بکنن به مدرسه ایران شبانه و آقای خمینی رو ببرن این برنامه رو داشتن کشتن آنها بی دلیل نبود روز بسیار سردی بود نوزده بهمن و روز عجیبی بود دکتر بختیار از مجلس اومد اومد به نخست وزیری تیمسار ربی اومد دیدش بهش اطمینان داد که ما وفادار ایستادیم خبرهایی به گوش دکتر بختیار رسید از ملاقات های پشت پرده از قرباقی سوال کرد زنگ زد و قرباقی اطمینان داد که ما هر کاری بکنیم با اطلاع آقای نقص وزیر خواهد این ملاقاتی که گفتم خیلی مهم بود ملاقات دومی که صورت گرفت ملاقاتی بود که در درون سفارت آمریکا آقای میناچی و این بار باز موسوی اردبیلی نقش موسوی اردبیلی خیلی مهمه حق و سکوتی که بهش دادن تو این بیست و سال اخیر بیدلیل نبود رفتن اونجا گفتگو کردن اسامی کسانی که به احتمال زیاد دولت رو به دست دارن در اختیار ماموران آمریکایی گذاشتن و اونا خیلی اظهار علاقه کردن جز یک مورد تیمسار مسعودی مهندس بازرگان خیلی به تیمسار مسعودی اعتقاد داشت خیلی بهش احترام میذاشت و تیمسار مسعودی رو انتخاب کرده بود مهندس بازرگان به عنوان فرمانده نیروی زمینی و اونجا و خیلی جالب هم از براتون بگم این آدمایی که انتخاب می شدن بر پایه یک تیمسار قرنه اسخارات او بود تیمسار امیر رحیمی بود که اینا مورد اعتماد من بازرگان بودن امیر رحیمی یک آدم ملی طرفدار جبه ملی و بعد با نکست آزادی هم ارتباط داشت و همینطور تیمسار مسعودی اینا آدم ها رو میشناختن و اطلاع میدادن که بهتره چه کسی فرمانده میری بشه،, بشه فرمانده نیرو هوایی بشه فرمانده نیرو دریا مثلا در مورد تیمسار حبیب اللهی همه یک صدا بودن که بمونه انسان درست پاک و وطن پرستی است بمونه سر جاش این آدمایی که انتخاب شدن امریکایی رو مسعودی انگوش گذاشتن چون خیلی گفتن خیلی ملیه جالبه و این هم دومی ملاقات بود سومین ملاقات در دفتر زندیاد دکتر بختیار بود ساعت نو هشت و نیم نه شب که مرحوم زنده دکتر بختیار چند نفر رو ملاقات کرد که یکیشون در ارتباط با مهندس بازرگان بود و یکیشون فردی بود که از جانب دکتر بهشتی آمد آقای احمد صدر حاج جوادی این داستان رو خوب میدونه برای دکتر بختیار یه متنی رو آورده بودن تو این متن رو بخونی به معنای استعفا نیست به معنای پیوستنت به انقلاب و امام خمینی هم تو رو تایید میکنه به عنوان دولت موقت میمونی تا بعد انتخاباتی بشه و دولت جدید تشکیل بشه شامگاه 19 بهمن یعنی سه روز قبل از سرنگونی رژیم سلطنتی و دکتر بختیار زیر بار نرفت آقای احمد صد جوادی رو دقیقا میدونه اینا نکاتی است که به نظر من باید در تاریخ ثبت بشه حالا آقای دکتر محمدی که حالا مرمیز دکتراش رو از کدوم گورستانی گرفته میاد مصاحبه میکنه میگه نخست وزیران شاه همشون نوکر انگلیس ها بودن بختیار از انگلیس ها پول میگرفت رئیس سازمان کار خوزستان بود 750 تومن حقوق داشت ده هزار تومن انگلیس ها بهش نا جوان مرد دکتر بختیار حتی در دوران نخست وزیریش به اندازه کافی درآمد نداشت به بانک کار بده کار بود خونه رو گرو گذاشت اون سالهایی که در زندان بود وضع بچه بد بود بچه هایی که تو مدرسه فرانسوی درس میخوندند رازی راضی میرفتن و چقدر براشون سنگین بود که امکانات مالی نداشتن اگه دکتر برومن نبود اگه بعضی دوستان نبودن دوران زندان وقتی زنش چرا جدا شد چرا زندگیش از هم پاشید به خاطر همین وضع وقتی می وقت میگه می از انگلیسان ده هزار تومن میگه آخه وجدان و شرافت انسانی باید یه مقدار حفظ کنی. بعد میخوام بهتون بگم در این رژیم جز دروغ و فریب وجود نداره اومدن فیلم درست کردن که بگن این امام که فرمودن برق و آبتون رو مجانی میکنیم منظوری نبوده منظوری بوده مهندس بازرگان چون دولت وعده داده بود به خانواده های کم درآمد ما نفت و آب و اینای مجانی میدیم امام خمینی در واقع دارن میگن نه فقط اونا رو میدیم اخلاقتون هم درست میکنیم حقه بازی رو ببینید نگاه کنید خودتون چقدر حقه بازی آب و برد را مجانی میکنیم اتوبوس را مجانی میکنیم را میخواهیم مرفه بشد زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد دل خوش که مسکن فقط میسازیم آب و بر را مجانی میکنیم اتوبوس را مجانی میکنیم دل خوش به این نقرار نباشید ببینید اسم رو فقط شالاتانیزم میشه گذاشت دعوای آب و مرغ مجانی سر اینه که هفته اسفند گفته یا 22 بهمن گفته یا اول ده بهمن گفته یا بهمن گفته ببینید استاد حق بازی یعنی اینا تاریخ نویسشون جا جائل حق بازی محققشون جائل حق بازه. یعنی آدم پیش خودش میتونه فکر میکنه میگه خدایا من برای همین میگم یه دفعه آدم یه حسین دهباشی پیدا میکنه امیدوار میشه یک آدم با شرفم هست بلدان سلیمی نمینم تاریخ مینویسه یک مناظره ازشتم با دکتر صادق زیبا کلام واقعا گفتم انسان چقدر بهش میدن که انقدر حقیر بشه انقدر به حقارت برسه و الان تاریخو از حالا دارن تعریف میکنم قدر ناصر شاینپر رو بدونیم من خودم عاشق تاریخم میخونم بسیارم خوندم به اندازه سنم خیلی خوندم دیگه چیزی نمونده نکنده باشم از تواریخ گذشته و حال و معاصر و عربی و انگلیسی و فارسی هرچی بوده خوندم آنچه راده به نادر میگفت فوقلاده بود 16 سال نادر سلطنت کرده اینا رو مقایسه کنیم بشین فکر کنیم آثار مخرب این 16 سال تا امروز باقی است این بیاعتمادی و ترسی که تو جامعه وجود داره از حاکم میگه مناره وقتی می درست میکرد با سر رأس مناره اگه کم بود خود مناره برپا و سرش رو میبرید میذاش اونجا چه بلایی سر شیراز آورد شهر عشق و زیبایی تا بعد یه کریم خانی بیاد دوباره شیرازی ها رنگ آرامش ببینن فقط آقا محمد خان نبود که در کرمان بیست دار نفر رو کور کرد نادرم نصف مردم رو کور و یک چشم کرد دماغ برید گوش برید این کارای زشتی که ایران رو زشت کرد برای سالها و هی چهار م... کرور پول ریخت توی قلعه کلات که گیر کی افتاد آقا محمد خان با منقاش کشید بیرون از دست نوادگان رو دست زندیه تکه پاره شد مملکت بعد از نادر به خاطر اون بود 16 سال رضا شد سلطنت کرد روز به روز این مملکت پیوندش بیشتر شد زیربنا ساخته شد مملکت رسید به اون جایی که سال 57 تو سینی طلا تقدیم کرد آقای فردوس و قره و الباقی و سولیوان و غیره آقای کارتر و آقای کالاهان تقدیم کردن به امام خمینی و آقای جیسکار دستن مید این نکته رو در نظر بگیرید چونزده سال نادر تا کجا با ما بود صفوی سقن بخشای بدش تا کی با ما بود قرن با ماست نگاه کنید این سی سال تا کی بلای جان ما خواهد بود شما فکر 13000 هزار امامزاده دست از سر ما بر می داره به این زودی؟ فردا گیرم یک دکتر بختیاری نخست وزیر ایران بشه یک حکومت سکولار بیاد شما با روزه با سفره سکینه چیکار خواهید کرد با روزه دو تفلان مسلم چیکار خواهید کرد سی و سال دروغ و فریب و به مردم گفتن دو نسل اومدن این دو نسل چیکار باشون کردن نادر 16 سال سالهایش هم پیروزی بوده اقتدار بوده این که از اول شکست بوده این با ما چی خواهد کرد نمیدونم درنگ کوتاهی بکنیم بریم ترانه ای از ماندانا بشنویم شعر سیمین بانوی نازنین چقدر دارم براش تنگ شده سیمین بهبهانی با آهنگی از جاهد عزیز با درود دوباره و درودی به خانم مهندس ماندانا خزرایی که در نزد هنگامه اخوان عزیز اصول موسیقی سنتی را آموخته و چقدر مسعود جاهد آهنگ قشنگی ساخته سیمین جان چقدر دلمون برای تنگ شده سیمین بانو تلفن گاه به گاهت و اون شعری که لطف کردی برای من سرودی و پاسخ من به تو چقدر این وجود نازنین بود واقعا مادر ایران لقب شایسته بود براش امروز یاد یک عزیز دیگرم گرامی بدارم بگذارید اینجوری براتون بگم با عباس پهلوان یادش گرامی همیشه با منه به دعوت آقای نوزری رفتیم منزلشون نوزری شوهر خواهر سیاوش بود رفتیم اونجا و شب تا نیمه ها تا خیلی دیرگاه بحث و فحص بود سه. خب سیاوش یک کاراکتر مخصوصی داشت بسیار خوب زندگی میکرد زندگی فوق خوبی داشت آدم لارجی بود ناصر شاهینپر عزیزم در گروه سنتی بهشر با همه عزیزان رو جمع کرده بود اونجا سیاوش بود بعد البته رفت مثل که بانک مسکن یه جای دیگه رفت و رفاقت قدیمیشم با ابتهاج خب یک دوستی عجیب غریب بعد شبای شعر کانون بود بعد جلسات و کانون نویسندگان بود بعد از انقلاب رفتن سیاوش دوباره به حزب توده و جزو کمیته یا شورای عالی شدن و شعرهایی که هر روز می نوشت راجع پدرکیا اول تو کیهان چاپ می شد بعد دیگه شعر نبود اینا شعار حالا کات این رو بگذاریم موسکو رسیدم اسکندر ختلانی، با من و که کی بی با تبرق به قتل رسون این آقای پوتین خیلی باید حرف پس بده بعد گفتم آقا من سیاوش رو میخوام ببینم یه دوستی هم از سوئد آمده بود که خیلی هم کمک کرد تو تاجیکستان کتاب چاپ کرد برای مدرسه بچه ها کار آدم فریخته بود ولی کار عرض و اینا میکردن نمیدونم میتونم اسمشو بگم یا نم. به هر حال زنگ زدم به سیاوش و خیلی اظهار محبت کرد اظهار خوشحالی و با هم قرار گذاشتیم یه کافه بود کافه آذربایجان رفتیم اونجا رفتیم اونجا خیلی سیاوش داغون بود تمام اون رویاه ها خورده بود به سنگ جلال سرفراز و خانمش برای من میگفتن که وقتی وارد روسیه میشن حالا در آذربایجان چه مصیبتهایی دارن تا میفرستنشون مینسک بلاروس یا بلاروس یا روسیه سفید و در اونجا در یه ساختمون چون که نه آب برق درست داره نه گرما داره بچه شیر خوره سیاوش هم کردن توی ساختمونی که سی متر قبل از اینکه به ساختمون بری خاک بود توی هومه مسکو بعد وقتی میرفتی به ساختمون میرسیدی تمام لباس خاکی شده بود بعد از من یه ماشین اونجا کره داشتم بعد از شام سیاوش رو بردیم برسونیم با اسکندر و هر دو گریستیم و گوشیم هم دیگر رو سیاوش گفت ببین تو ترون خونه من اومدی نمیخوام اینجا رو ببینی چون اذیت میشی بنابراین دعوت نمی کنم بالا و رفتیم خب خدا رو شکر بعد به همت بانوی گرامیش و دخترش موفق شد بیاد به اتریش 19 بهمن 74 در وین چشم از جهان فروب است. سیاوش پنج اسفند ازاستد به دنیا اومده. اون عکس تاریخی رو یه بار دیگه ببینیم سیاوش و نیما و مرتزا کیوان و اینا رو هم میبینیم در روزگار نوجوانیشون هوشنگ ابتحاج میشه اون عکس رو ببینیم لطفا اون عکس تاریخی بله ابتهاج و سیاوش و نیما و شاملو و کیوان که من اون دفعه کیوان رو نشتاختم توی عکس مسعود بهنود به من گفت و ازش ممنون یادشون گرامی باد همه رفتن و عمر هوشنگ ابتهاج هی الف سایه دراز و دراز بود دراز که آدم شعراشو وقتی میخونه ای عشق همه بهانه از توست من خاموشم این ترانه از توست وان بانگ بلند صبحگاهی این زمزمه شبانه از توست میدونم از چه دنیای زیبایی بعد باید, باید بره محمد جوال داری جانی بریم میشه آدم اظهارات زریف رو میخوندم افسرده میشه آدم یعنی ظریف آدمی است که میفهمه چه خبره متوجه از چه اتفاقی داره میفته روزهای سخت پیش رو رو ارزیابی میکنه میگه البته برجام چیزی نیست که همجوری بگیم پاره کنیم بریزیم دور کشورهای دیگه هم امضاش کردن یه سند بینالمللیه ولی روزهای سختیه حالا کم کم دارن متوجه میشن اما در زمانی که آقای ترامپ و دار و دستش و آقای ماکل لیدین که اصلا تبل جنگ هم زده میگه جنگ شروع شده خیلی جالب میدم در اصاراتش که بله اصلا ما در حال جنگیم با ایران محمد جواد لاریجانی هم صدا با اینا میگه که از روح برجام متنفرم روح شیطانی است یعنی سندی که ایران رو از ویران شدن نجات داد سندی که باعث شد به هر حال دو تا چراغ روشن بشه قرارداد بوئینگ بسته بشه قرارداد ایرباس چند قرارداد نفتی بسته بشه چینیا بیان بخوان راهن رو بکشن به چابهار برای میدان نفت آزادگان بیاد سرمایه گذار اینا بد متنفر بو بوی شیطانی داره روح شیطانی داره اما عملکرد آقای لاریجانی و اخویشون آقا صادق که رئیس قوه قضایی است این درسته آقای طیب اومد گفت بله ما حسابا رو دیدیم حسابا نظر قانونی اشکال نه طیب نیا نکن این کارو تو اعتبار داری نزد مردم ولی آقای صادقی برگشت گفت نه هم چیزی نیست ما بحثمون راجع به حسابا نیست ما بحثمون راجع بهره است که رفته جیب آقا آقای صادق آملی بهره رو گشته جیبش ما راجع به حسابا دعوا نداریم حسابا درسته این آقای محمد جواد شما اگه سابقه این آدم رو بدونید اولا اگر در جمهوری اسلامی یک نوکر کامل آمریکا باشه محمد جواد لاریجانی آمریکا یا قنداقش کردند پسونک دهنش گذاشتن حرف زدن یادش دادن گهوارش رو تکون دادن فرستادنش ایران منتها انگلیس ها یه وقتی تو دوران کیابیاشون پول میدادن به آدما که بیان بهشون فوش بدن آره پول میدادن به آخونده پول میدادن بره رو منبر به انگلیس ها فوش بده چون میخواستن دشمنای واقعیشون رو بشناسن بعد از جنگ جنگ که شروع شد افرادی رو گرفتن از سران مملکت بردن به کمپ عراق بردن جاهای دیگه مرحوم تیمسار زاهدی و آیت الله رو بردن فلسطین خب چه جوری اینا رو انتخاب کردن زاهدی که در عملش چیزی نشون داده, نشون داده بود نشون که طرفدار آلمان یا ضد انگلیسی یا افسر وطن پرست ایرانی بود یا آدمای دیگه که گرفته بودن خانواده مخبر و دوله همه می‌دونستن که جرمن و فیلن. از زمان خود مخبر و دوله سنی و دوله، مهدی قولی خانه و هدایت مخبر و سلطنه، اینا همه، نیر و دوله، امو، اینا همه در آلمان درس خونده بودن و تمایل به آلمان داشتن ولی یا مهندس جعفر شریف امامی در آلمان درس خونده بود و جلیه راهم بود و غیره حالا در مورد یا تیمسار انصاری مثلا ولی آدمایی رو اینا گرفته بودن که اصلا اینا به ظاهر اینا کی بودن همونایی که در مجلس که به انگلیس ها فوش میدادن ایستاده بودن شعار داده بودن با انگلیس ها مخالفت کردن این کارشون بود آمریکایی هم بالاخره شاگرد انگلیسان یاد گرفتن عواملی رو که کاشتن تو انقلاب که تا امروز هم همشون هستن به گونه ای انتخاب شدند که اینا به عنوان تون ترین عوامل انقلاب علیه آمریکا جلوه بکنن از جمله محمد جواد لاریجانی از میان این برادران خیلی جالب براتون میگم مرحوم میرزای آمولی پدر اینا خیلی روحانی خوشنامی بود اولا بسیار خوشمشرب بود خوشمزه بود آنکتود زیاد میگفت قصه شو براتون گفتم که در ماه رمزانی بود اون زمانی که آخوندار میگرفتن مرحوم حجازی و غیر امید و به جرم لوات ایشون پیرمد 80 ساله منزل آقای مرعشی نجایی بود پیرمد 84 ساله افتار کرده بود بعدش ما شو گفت و برم دیگه آقا گفت تو آقا این وقت شب کجا میری؟ همینجوری رخت خواب می‌نزیم می‌خوابیم می ا که فردا بیا بگم ما با هم لواط کردیم این روحیه پدر بود اون وقت این پدر این بچه ها رو داده بیرون نه ذره سنسافی دارن نه ذره وطن پرستی. حالا توشون علی یه مقدار متفاوته حالا اونم به خاطر است که با خونه متحری داشته با دیگران داشته غیره و غیره یه خود فرق میکنه و دوگانه بازی کردنش مثلا دورانش در تلویزیون رو باماله حاج عزت نمیشه مقایسه کرد یا در وزارت ارشاد بعد از میر سلیم قاتل فرهنگ خب این دورش بهتر بوده روز من یه چیزی دیدم که خیلی برای من تاثیر گذاشت روزی که زندید احمد بهبانی درگذشت فرزند اون مرد بزرگ دکتر محسن بهبانی که ناجوان مردانه بعد از نماز صبح در منزلش به قطر شوندنش احمد یک نویسنده مشهور بود خیلی شما سریال های تلخ و شیرین و خانه موش ها و اینایی که اون نوشته به یادتون هست لاری جانی پشت رفت هم بر مزارش هم مسجد بلال و هم به خانش این نشون میده این آدم در درون روح خودش حساب کتاب های آتفی داره این آدما کمتر خیانت میکنن این آدما کمتر جنایت میکنن چون ارتباط عاطفی دارن برای روابط انسانی ارزش قائلن این خیلی فرق میکنه مثل ری شهری مثل شیخ صادق خلق اینا در عمرشون کسی رو دوست نداشتن عاشق نشدن رفیق مدرسه خوب نداشتن و تبدیل به این میشه محمد جواد صادق میبینیم اشون اون باقرشون هم که دکتره میگن آدم بدی نیست من نمیشنستم اشون. در حال ایشون متنفرن از مثل آقای دانالد ترامپ ماکل از برجام متنفرن تنفر دارن بعد یه خبری که امروز منو متاثر کرد و در این حال یه سوال بزرگ از آقای دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان و همینطور از رئیس جمهوری افغانستان من سوالم اینه چرا اینقدر تو سر کلتون میزنید که با طالبان برای آقای گلبدین حکمتیار از سازمان ملل میگین که اون مجازاتاش برطرف بشه اسمش از فهرست سیاه بیاد بیرون این جانورا مگه درک میکنن انفجار جلوی دروازه عالی افغانستان دست کم 20 کشته به جا بود سلیم رسولی رئیس بیمارستان کابل 45 نفر هم میگه زخمی شدن یک مهاجم انتحاری در ساعتی که کارمندان دادگاه عالی افغانستان مرخص میشدن موادی که بسیار رفت جلو اون خودشون منفجر کرد این حیوانات آیا لیاقت این رو دارن که اصولا در بازی سیاسی راه داده بشن آقای دکتر عبدالله دست از این خوشبیری بردارید توصیه های رژیم جمهوری اسلامی رو گوش نکنید نه بودین اکمتیار به دردتون میخوره نه طالبان اینا دشمنان افغانستان هستن حرف های دکتر نجیب الله در گوش هم زنگ میزنه که این گلبودین اکمتیار خائنیست نوکر آیس آی پاکستان و جز ویرانی افغانستان چیزی نمیخواد چون معموریتش اینه که افغانستان تسلیم پاکستان باشه بعد ایران هم اومد معزز و مکرم ویلا بهش دادن دامادشون مرتب کار تجارتی میکردن دیالیز برای بن لادن میبردن دستگاه دیالیز و بسیار منو متاثر کرد آقای محمد خاتمی مطابق طبع آشتی جوش میگوید که حالا که ایران با این تهدیدهای آقای ترامپ روبروست آیا الان موقعیت مناسبی نیست برای اینکه آشتی ملی رو در کشور حکم فرما بکنیم در میان جمعی از و جانبازان در دفتر کارش به مناسبت سالگرد انقلاب میگوید که آقای ترامپ با پندار بسیار افراطی و تند و ستیز جوست خطر این است که در مورد ایران ادعاهایی دارد مسائل را مطرح میکنند که جمهوری خواهانم با آن موافقند این همسویی حزب حاکم با تند روی های رئیس جمهوری ممکن است مسائل و خطراتی را برای ما ایجاد کند داره به زبان ب... به هر زبانی میگه آقا مراقب باشید آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفتن مردم در 22 بهمن جواب اینا رو میده تا با چی با چی گیرم دو میلیون نفر اومدن تو خیابون چه اتفاقی میفته صدام تو آخرین روزش که پنهان شد وقتی اومد توی کراده کر چند نفر جمع شدن اونجا رفت وسط شو سخنرانی کرد شما فکر میکنید دو میلیون آقای ترامپ رو میترسونه آقای مایک فلین میترسه از اینکه دو میلیون نفر تو های تهران اومدن گفتن زنده باد مثلا اسلام انقلابی محمدی ولایتی نه نه ای کاش این قوه در را کار میکرد یه خود شعار رو میذاشتید زمین شعور رو حاکم میکردید ما پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی یادم از در زمان جورج دو سه دفعه دیدمش حرفایی که میزد میگه که بله ما خلاصه ایران احترام نمیذاره به این توافق هسته ای برنامه مرگ بر آمریکاش ادامه داره ما در حال عملا جنگ با ایران هستیم داریم جنگ میکنیم و داره میگه جنگ جنگ چه عواقبی داره آقای خامنه‌ای البته میگن رئیس جمهور جدید آمریکا باید از اوباما متشکر باشد چرا او بود که تحریم های فلج کننده برای ملت ایران آورد البته به خواستش نرسید و هیچ دشمنی نمیتواند ملت ایران رو فرج کند. بیچاره اوباما حالا آقای لاریجانی هم میگه او بیشتر دشمن بود با ما تا جورج بوش نتیجه کار آقای اوباما هم همینه دیگه باید هم این باشه آقای اوبامایی که بدون توجه به خواستای ملت ایران در جنبش سبز پشت کرد با اونا رو انتخاب کرد نه با ما و ندید ملتی که شعار میده سفارت روسیه لانه جاسوسیه یعنی چی ملتی که میگه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران یعنی چی متاسفانه اما این رو هم باید بگیم آقای اوباما کار بزرگی کرد مانع از جنگ شد اینم باید بگیم البته اینم حتما باید و خبر دیگر هم این بود که نایب رئیس فراکسیون امید مجلس گفته بود مشکل تایید صلاحیت روحانی برطرف شد حالا سخنگوی شورای نگهبان میگه نه چنین چیزی بنده در جریان چنین رایزنی های با مقامات بالا نیستم یعنی اینکه هنوز مسئله آقای روحانی حل نشده ولی کیو میخواین جاش بیارید کسی دیگر رو دارید اما یه خبری که برای من خیلی سخت بهش اشاره کرد. عفو بین اعلام کرده که رژیم بشار ازد فقط در یک زندان در مدت پنج سال سیزده هزار زندانی رو به دار آویخته و میگوید که در زندان سیدنایا در سی کیلومتری دمشق این جنایات انجام شده فیلمی در این زمینه داریم میگم این زندانه که از بالا عکس هوایی گرفتن زندانیان از دوازده سال تا هشتاد سال بودن بعد از اینکه اینا رو در اون سنترال کورتر شکنجه وحشتناک میدادن حکم اعدام که میدادن میوردن بیرون تق تق میکشتن سیزده هزار نفر رقم عجیبی است این خاندان جنایتکار پدر و پسر چند صد هزار سوریو کشتن و دردناکتر از اونه این یک کسانی است که در اون زندان بوده وقتی اومده بود بیرون تصویرش رو بعد میدیدیم صدام در برابر بشار فرشته است و رژیم جمهوری اسلامی داره به این مرد کمک میکنه که بماند که استمرار داشته باشه بچه های ملت ایران میرن اونجا کشته میشن برای که بشار اسد جنایت کنه باز آدم بکشه صدای جهان در اومده نگاه کنید این سیدنایاس نایاس زندانشون در زندان های دیگه هم بس همین جوره برنامه ریزی کردن نشون میدن که چجوری این زندان ساخته شده چجوری توش بوده در کجاها شکنجه میکردن جنازه ها رو چیکار میکردن خیلی خیلی مستند جالبی است و من واقعا متاثر شدم از اون بدترینه که این بدنامی رو رژیم برای ملت ایران خریده هر گزارش از سوریه منتشر میشه راجع به جنایات اسم ایران هم میاد اپوزیسیون سوریه میگن رژیم بشار اسد رژیم خامنه ای و حزب الله اینا رو کنار هم میذارن و بعد روسیه رو میگن چون روسیه تو شکنجه نقش داشته ولی حزب داشته برادران شکنجهگاه اوین حتما آموزش لازم اونجا دادن حتما آموزش لازم دادن و این رژیم جنایتکار مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است یادمون باشه مردم به یاد میارن مغول ها رو به یاد میاریم در حالی که مغول های خودیمون بدتر بودن تیمور و چنگیز و اسکندر و اینا همه در خاطر ما مونده همونطور که نادر در یاد مردم هند مونده سوری ها تا نسخا فراموش نخواهند کرد که یک حاکم جنایتکار و پدرش نیم قرن بر سوریه حکومت کردن جنایت کردن و همدستان اینها رژیم جمهوری اسلامی بود ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود علیرضا نوریزاده تا فردا همه ای شما را به پروردگار عاشق می سپارم.